آغاز سال 1402 میلادی شمسی قرمی درختی رو به شما تبریک میگیم با رامین عزیز، کینگرام بزرگ. امروز براتون یه دون اپیزود سم داریم راجع به عید و کلا درد دل من با رامین. من یه خورده قرد دارم. چرا اصلا با سم باشه؟ من نمیفهمم چرا اصلا یه فاز سم برداشت. من با عشق میگم فاز عشق، یه برنامه پر از عشق باشه. سم عشق جدید دیگه. لغت سم با عشق الان چیز شده. چطوری دود؟ دلم برای تنگ شده. منم خوب راستش بخوام، من تای دلم خوشحال شدم که گفتی کارات به مشکل خورده و داری برمیگردی. من روی خودخواهی خوشحال شدم، ولی از روی رفاقت ناراحت. دروغ چرا؟ من که از اولش هم برنامه این بود که موو کنم الی، آخرش هم اونجا بود برم دیگه. داستان من همینه، کارش نمیشه کرد. من آره تو الی، من سالی دو ماه به قول معروف آویزونتم. بفهمم. آره اونجا من جای ما اونجاست. یعنی حداقل من اونجام، یعنی دیگه جای دیگه نمیتونم اصلا. من قبل از چیزی بگم میخوام یه چیزی با تو درمیون بذارم، بعد تو با هم بگو نظرت چیه. من دیشب یه مهمونی رفتم که توی این مهمونی مثلا چند تا بچه بود. خب یه بچه بود یه سال و نیمه دو ساله، یه بچه دیگه بود 13 سالشه ولی مشکل مغزی داره، مثلا مثل بچه یه سال و نیمه میمونه ولی 13 سالشه، با موموکو. بعد موموکو کلن بچه شهریه. خب یعنی پاشا نبود؟ نه پاشا پیش مامبوز و بابوزش بود تو ویکتوریا تو جزیره است. بعد موموکو کلن بچه شهریه، یعنی کلن اذیت بکنه. خب اینجوریه که مثلا من تو توهم هم و بچه هم عشق و این حرفا. بعد من یه چند خودم روش کار میکنم، در حدی که دیشب مامانم اینم یه مهمونی دیگه دعوت بودیم با هم، اونا به من اصرار که آقا ما میخوایم موموکو رو به خودمون ببریم، موموکو رو به دست ما، شما به حال کنید. من گفتم نه آقا، من میخوام با بچه‌م، به قول معروف با بچه‌م میخوام باشم و میخوام به بچه‌م آداب و رسوم یاد بدم. با شما که میاد بیرون هی داره جنگلی تر میشه، واسه من بکنم. یه دو هفتم سه هفتم دارم روش کار میکنم و واقعا تاثیر میبینم. دیشب قبل از اینکه بریم خونه طرف به موموکو گفتم که موموکو امشب اولین بار داریم با هم میریم بیرون، بعد اینکه مثلا با هم صحبت کردیم اینا، میخوام امشب حرف من گوش بدی، کارا غیر عادی نکنی، چیزی میخوای بهت میگم. نه متوجه بشو که جاش نیست از این حرفا. موموکو گفت اوکی. رفتیم اونجا. خیلی موموکو خانوم بود. خب یعنی مثلا یه بچه است دیگه، میدونی مثلا مردم منطقش رو نمیفهمم چیه بچه 4 ساله. مثلا میخوام بشینه گوش مثلا سعدی و حافظ براشون بخونه. خب 4 سالشه دیگه. مثلا موموکو میرفت یه بشقاب برمیش برای خوش، مثلا توی ظرفی که مثلا چیپس بود با پفک با پرتزل، موموکو فقط پرتزل داشت. مثلا میرفت 10 تا پرتزل جدا میکرد توی ظرف، میرفت یه گوشه میخورد. بعد من اومدم مثلا یه دونه پرتزل افتاده زمین شکسته، گفتم موموکو لطفاً اینو جمع کن. موموکو خم شد دور داره همه جمع داره رفیق سلداشخار. میدونی یعنی اگه من مثلا اونجا بودم بچه تو بود هیچی از زر نمیزدم، یا یعنی میگفتم که مثلا باری کلا که داری بچت کار میکنی، یا یعنی میگفتم مرسی که بچه آشخار رو جمع کردی. یعنی انقدر خوبی زیاد بود که من خوشحال بودم که بالاخره موموکو بعد از این همه مدت مثلا جواب داره میده، داره آدم سوی میشه. بعد خانوم صابخونه هی به موموکو شعر میگفت. مثلا موموکو رفتم توی به من میگه بابا بابا بیا من میخوام از این آب میوه بریزم تو لیوانم، نمیتونم در لیوانم باز کنم. خب بچه در لیوانم باز کردم، آب میوه ریخت. بعد که آب میوه ریختم گفت بریم بیرون با هم روی تاب. یه تاب کوچولو داشتن. یعنی این چقدر این موضوع عادیه. خانم من ها که وای، یعنی موموکو واقعا ها چه اعصابی داری تو، یک ضرب از این من از اون برم از این برم. من تو دل خودم گفتم که خب چرا زر مف میزنی بچه که خب چیزی نخواسته. تموم شد. دو دقیقه دیگه گذشت، مثلا 10 دقیقه یه رو گذشت، موموکو با یه خانومه بیرون بود، دارن با هم بازی میکنن، ها با هم میگن میخندن و از این حرفا. بعد خانومه به موموکو دروغ میگه، میخواد موموکو رو بپیچونه، میگه من میرم تو گرم شم چه چایی بخورم بیام بیرون. موموکو هم بچه‌ست میگه اوکی. این خانومه میاد تو دیگه هیچ کاری نمیکنه دیگه. موموکو بعد 10 دقیقه میاد تو به خانومه میگه که بابا تو گفتی میای بیرون چی شد؟ خانومه میگه که نه هی مغلطه میکنه این حرفا. بعد موموکو نمیفهمه داستان چیه، میگه اوکی آقا من به تو تا 10 ثانیه وقت میدم، چون موموکو وقتم نمیفهمه. میگه تو 10 ثانیه به تو وقت میدم، بعد 10 ثانیه بیا بریم بیرون. بعد میره مبل میشینه، خوش میشینه آروم شمردن 1 2 3.
بعد دوباره صابخونه میاد میگه واه، یعنی توی دیکر به خاطر همین مسئول مهد کودک دیوونه میشن دیگه، مثل بچهای مثل موموکوه. بعد یکی گفتش که چی؟ گواره دیگه دوتا بچه مثل موموکو باشه دیگه همه دهن آدم سرویسه، هیچی حرف گوش نمیده، فقط حرف خودش میزنه. نه 9 سالش بود میفهمم، 7 سالش بود میفهمم، 4 سالشه. تا بچه 4 سالش چه انتظاری داری؟ مادر رو مبل نشسته بالا میشه که بابا من آب میخوام، آبشو میخوره، درشو میبنده، آب ریخ، غذا ریخ، لباس کسی رو کشید، جیغ زد، گریه کرد، من اینو میخوام، آیپد تو سرش تو کارتون بود نشسته. بعد مثلا این دومیش مثلا بعد رفتیم توی سالن دیگه غذا خوردیم که از سالن اصلی قشنگ فاصله داریم ها. تو سالن اصلی هم یوتیوب داره رادیو جوان موزیک پخش میکنه، خیلی صدای کم واقعا، یعنی ما که تو داریم غذا میخوریم اصلا هیچ توجهی نداریم که اصلا دیگه وجود داره یوتیوب. بعد من همون موقع اومدم بیرون از اینجا، شنیدم که موموکو اونجا وایستاده به همین خانم صابخونه میگه که کنترل یوتیوب دستشه، داره کنترل میده به خانم، میگه میشه واسه من کارتون بذاری؟ ببین چقدر قشنگ چقدر عاشقانه رفته پیش صابخونه، میگه واسه من کارتون بذاری؟ بعد زبر میگه، میگه که نه اینجا امشب مهمونیه، ما میخوایم آهنگ گوش بدیم، نمیشه کارتون بذاریم. خب بعد همون موقع شانسی مثلا با فاصله 20 ثانیه یوتیوب خودش پاس کرد، از جایی که هنوز داری نگاه میکنی رفت تو پاس. بعد دیگه ما برای مثلا یک ساعت دیگه که تو سالن بودیم چون غذا میخوردیم و حرف میزدیم و میخندیدیم، این یوتیوب رو پاس بود برای کل یک ساعت. این خانمم دو سه بار از جلوش رد شد، یعنی باز نفهمید، یعنی واقعا نه موزیک براش مهم بود نه فقط دوستش برینه به موموکو. و من نمیفهمیدم که چرا این عقده بی خود و احمقانه مثلا داره اتفاق میفته. بعد یه خورده دیگه گذشت، گفت آره ما یه بچه مثلا، خیلی آدم ها بچه دار نمیشن به خاطر بچه های مثل موموکو، یه بچه مثل موموکو میبینه میگه مگه کل هم حوصله داری؟ و من تو مغزم که ببین این چیکار کرده، من اصلا بابا عقده ای از اینکه نه بچه من خوبه نیستم. اونم ببین تو چی از این بچه دیدی که اینقدر تنفر داری و اینقدر همش قور میزنی؟ عیده، مهمون دعوت کردی ما رو خونه تو، ما کلا 4 ساعت اونجاییم، مگه مثلا تو خونه مهمونی باشه ما توی سالن دیگه باشیم، بچه من میگه کارتون میذاری، میگم آره عزیزم چی میخوای ببینی؟ بعد میگه فلان چیز، میگم اوه اینو دوست داری، اینو دیدی، این هم شبیه اونها، بزن وسط بزنم 5 دقیقه حال نکردی. بعد میاد بسر میگه آه چه حالی کردم با این کارتون جدید، میدونی من میخوام به یارو خوبی کنم، خوشحالی کنم، ولی یه شب یه بار دو بار سه بار من اومدم خونه انقدر عصبانی بودم. بعد نمیگفت چرا عصبانی، میگفتم بس اینکه انقدر بیشوری و کثیفی مردمو نمیفهمم، این آدم چرا دیشب احتیاجش کثیف و نستی باشه، چرا احتیاجش آدمی باشه؟ بعد هی میخواستم برینم به یارو، میگفتم خب چی بگم بهش، آدمی که نفهمه که نمیفهمه، من که نمیتونم چیزی بفهمونم، نرینم به یارو عصبانی ام. برفتم یه گوشه نشستم، رفتم تو خلوت خودم، میگم که خیلی خب آقا دیگه تو الان بلند شی چیزی کسی رو بگی عصبی میشم، خودم میشستم قاطی کنم دیگه، هرچه درن در بیاد میگم، خودم یادم خودم آروم میکنم، نکن تو سال یه بار میری بیرون، میگم تعامل کن دیگه، تو سال یه دور نمیریم بیرون، اصلا گوه خوریم به مهمونی گفتیم میام، دارم این چیزا به خودم فکر میکنم و اینا. بعد کیف منو یکی میندازه زمین، بعد شوهر این آدم میاد میگه که این کیف کیه؟ یه پسری اونجاست میگه کیف سهیل. بعد دوباره شوهره میگه این کیف کیه؟ بعد پسره میگه سهیل. منم اینطوری میکنم، اون گوشه نشستم نمیخوام حرف بزنم دیگه، فقط اینطوری میکنم که یارو ببینه دیگه، خواستون داره میگه سهیل، من الان تکونم بفهم دیگه کیف کیه دیگه، چت اون نمیفته، کلا 8 نفر تو این خونه. بعد یارو باز نفهمید، گفت کیف کیه؟ بعد پسره دوباره گفت کیف سهیل جاکش. بعد خانم پسره که داره بهش میگه کیف سهیل برگشته میگه سوه تو هم خوب چتیا روی های هایی یا. من میگم چرا؟ آخه میگه کیفه که تو فقط اینطوری میکنی. خودم خب چی بسید سه بار بهش گفت، من فکرم یه دستم تکون بدم یارو کلیش میکنه تو مغزش. این موضوع تموم شد، دو دقیقه گذشت، یکی داره میره، و به انانا میگم این که داره میره پاشو ما هم بریم. الانا بلند شدش فکر میکنه کیفه کنشو بیاره، یه 10 ثانیه طول داد، تو این 10 ثانیه که النا بره و بیاد، خب اون یکی که داشت خدافظی میکرد تقریبا خدافظیش تموم شد، من میخواستم با خدافظی اون با هم بریم بیرون که دیگه ما دوباره جمع و دوباره بلند نکنیم از این حرفا. اتفاقی که بقیه دیدن اینه که من نشستم یارم داره خدافظی میکنه، ولی من منتظر بودم النا بیاد که با النا بلند شم میگم بچه ما هم داریم میریم بریم. تو این فاصله اونا دیدن که همه دارن خدافظی میکنن ولی من بلند نشم نشستم، دوباره شروع کردن دیدی میگیم هایی، دیدی میگیم هایی. بعد بلند شدم گفتم که شما اگه
قاضی میشدین، از اون قاضی ها میشدین که آدمای بیگناه ها میفرستیدین میکشتین. اصلا نمیفهم این داستان چیه، نه براتون مهمه نه نگاه میکنین، فقط دوستان کوچه بگین. بعد یکیشون مگهش چون عصبانی شدم، بعد خب وقتی وای میستم هست همه بلندتر، وقتی پوینت میکنم به همه پوینت میکنم، تعارف ندارم، به زنه میگم، به شوهره گفتم، به همه گفتم، همه تو آدمای خالی هستین. بچه خواب بود، شانس بود. اینو بهشون همشون بهشون گفتم، بعد دختر یکیشون برگفتش که بابا ما مستیم داریم کجا میگیم. بعد گفتم یا خب یعنی چی مادر، من تمام زندگی مست بودم، از 14 سالگی تا 22 ما هر روز مست بودیم، ما نه به کسی بی احترامی کردیم، نه به کسی ریدیم، نه حواسمون نبود وا دیشب چی شد، نه همه چی یادمون بود. یه بار یادمون رفت، اونم آخرین بار بود که مشروب خوردیم که سیامست شدیم رفتم. بعد مشروب که میخورن کار میکنم میگه مست بودم. خب مست بودی یعنی چی؟ یعنی خودت بودی، نتونستی خودتو کنترل کنی، شخص خودت زد بیرون. نمیدونم حالا من اینو دیگه خیلی عصبانی، مثلا نمیدونم با چه خشم میخوابیدم. میخواستم اینو الان به تو که یک رفیقای جقیبی بگم، یه خورده بهم بگی چه گویدانه تو مغزم میگذره. اگه من بخوام کلاه غیر حرفه ای روانشناسیمو سرم بذارم الان و بهت بگم که چه خبره، واقعا دوتا ابلهی من و تو داریم با هم دیگه نصیحت های افتضاح میدیم. ولی از این تو که خوشم میاد اینه که تو اسهال کلماتت واقعا ازش لذت میبرن که دهنت در میاد، هر چی فکر میکنی دهنت همونو میگی و میری. همین که کنسل نشدی تو الان یه معجزه است که من خیلی حال میکنم. ولی خودت باش همیشه، ولی یعنی واقعا لذت میبرم که خودتی، واقعا با حالیت هم همینه و امیدوارم هیچ وقت عوض نشی، یعنی امیدوارم یعنی بهتر بشی. یعنی یه سری خب عقاید یا حرفات اگر یه جایی مثلا توش یک بار منفی چیزی داره میتونی خودتو اصلاح کنی بهتر شی، ولی همین که واقعی و میتونیم در مورد صحبت کنیم خود اون یه قدم خیلی بزرگیه. و اینجا ما با چند تا چیز رو آن پکیج کنیم به قول معروف. اولا که برنامه خیلی چیز شد فرویدین شد به جای نوروزی. حالا متخصص نوروزی شم اینه و همین رب داره به هم دیگه جوری به نوروز شد. نه این عید نوروز با رفته بودیم دیگه، من دارم خب این حرف هفتین داره. خب اصلا بگم کلا کانسپت خب عید و بهار و نو سال نو و اصلا از صفر شروع کردن دوباره شروع کردن همه این کانسپت ها یه حالا بعدم میگم در موردش بیشتر صحبت میکنیم، ولی خب اینام ربط داره به این بحث. ما الان چند تا موضوع هستش. یکی اینکه اون حرف النا که به نظر من تقدیر درسته. ببین آدمایی که به دیگران پرخوش میکنن یا حمله میکنن یا با خشونت برخورد میکنن، با عقده، با تنفر و کینه، به خاطر واقعا یه کمبودی که تو درون خودشون هست. به قول تو آقا خب فلانی تو که زندگی خودت تو خود چرا سر من خالی میکنی؟ متاسفانه خیلی آدما این قدرت و این اداره رو، این اراده رو ندارن که بتونن تسلط پیدا کنن روی رفتار تخمی خودشون و اصلا متوجه نیستن. و نه تنها متوجه نیستن، به خودشون دروغ هم میگن، به بقیه هم میگن که نه اتفاقا من آدم خوبم. یعنی حتی در از اونور آبم میرن اصلا یه اونورتر. حد میذارم که من رفتم الان همه بشن دور هم میگن وای چه بچه تخمی بود چه جوری همین. خب اینو بگم بعد پس یه سری تخلیه کردن یه سری عقده های شخصی که اصلا به تو ربطی نداره، چون کدوم آدم بیماری میاد به بچه اینجوری رفتار کنه؟ اون مسلماً یه مشکل شخصی از یه آدمی میاد که به هر دلیلی که هستش که به خاطر برخودش با رابطهش با تو که برمیگره به صورت دو که فکر میکنه تو آدم دائم النشئه هستی، کله پوک کله خری هستی که تربیت بچه بلد نیستی، زندگی بلد نیستی، نمیدونم اخلاقیات نداری و غیره و غیره، در حالی که تو در حد خودت به نظر من و اون دوستی که تو رو چند وقت میشستم عشقی که برای خانوادت داری، درسته که مثلا توشیر زیاد میگی و بد دهنی و دیوونه، ولی عشقی که برای خانوادت داری، برای زنت داری، برای بچه ها داری واقعا پیور و پاک پاکه. من دیدم حالا به معنی است که تا آخر عمرت همیشه خوش، همه زندگی همه بالا پایین داره و بچه ها پس برای تینیجر میشن دیوونت میکنن و اونا مشکل خودشون رو خواهند داشت، زندگی همینه. ولی باز میگم اینم یه موضوع دیگه است که منو خیلی اذیت میکنه که این آدما بر اساس یه برداشت کلی کلیشه‌ای که از سهیل اقتصادی تو یوتیوب دیدن یا تو رفیقاشو شنیدن که آقا این یارو خلوچله ولش کنید اصلا هیچی حالیش نیست، و این باعث میشه که می من خودم تا امروز اصلا که دلایلی که بعد از من حالا میگم دوباره به این اید رب داره، به دوباره سازی، به پاک سازی، به نو شدن، به از پیچ میگن از کرم ابریشم به پروانه تبدیل شدن، من برای سفر آیواسکا پرو همه آدمای منفی و تاکسیک زندگیمو یا آدمایی که هیچ خدمتی بهم نمی‌کنه دیگه دورشون رو خط کشیدم. چرا؟ چون آدمایی که هنوز فکر میکنن که رام همون رام معتاد داغون و هیچ وقت نمیتونه خوب بشه، هیچ وقت نمیتونه فلان بشه و من با من به اون نگاه تحقیرآمیز من نگاه میکنن، چه خدمتی به زندگی میکنه؟ ببینیم
من نیاز دارم آدمایی که به من امید میدن، آدمایی که من عشق میدن، آدمایی که من باور دارم دست منو بتونن بگیرن، منو بکشونن بالا به خودشون. من همیشه اعتقاد میدم که ما هممون با سواری موجه با هم دیگه شیم، دست هم دیگه رو بگیریم بریم جلو. امیدوارم منم یه روزی بتونم از این دوستا بشم برات. آره نه تو هم واقعا یعنی دوست خوبی هستی و مطمئنم که من تو فکر میکنم رابطه هم یه جوری که انقدر با هم راحتی یه روزم رو مخ هم دیگه بریم به هم میگیم مثلا میگه من فکر نمیکنم تو رو مخ هم بریم. نه دارم مثلا میگم اگر هم بریم مثلا میگه من تو رابطه هم انقدر با هم صاف و صوفه که همین امروز صبح دیگه میگم دارم میرم، میگی پاشو، میگم دارم میرم، میگی چه نگم من میدونم تو داری نمیری. منم به خاطر حرفت بلند شدم رفتم دیگه. نه ولی همین خوبه دیگه که با هم انقدر راحتیم دیگه. منم دوستان اینجوری میخوام زندگی، من با رابطم با جیسن هم همین جوری، اصلا هیچ مرزی نداره. اصلا این تو دنیای امروزی که همه چیز همه این بهشون یه چیزی بر میخوری و ناراحت میشن و حق به جانب از اون ور وای میسن سر یک از لحاظ یک پست اخلاقی. من اصلا این بیشتر یکی از بیشتر چیزا که دیوونم میکنه این که آدمایی که بهش میگن virtue signaling به زبان انگلیسی، به فارسی ترجمهش آدمایی که همش حرف از اخلاقیات میزنن ولی خودشون ریدن کون، خودشون گویه، همون هممون گویه، همه بالاخره اشتباه میکنن، یاد میگیرن، سعی میکنن رو خودشون کار کنن بهتر بشن. مگه تو بیای خونه من با بچه تخمی سعی نمیکنم به تو یاد بدم پدری چیه تو اون دو ساعتی که خونه منی؟ من سعی میکنم یه کاری کنم بچت آروم باشه که تو حال کنی. میگم کارتون میخوای، میخوای بعد مثلا فلان چیز روشن کنم، برو تو حیاط بپر رو ترامپولین، نمیدونم تو بسکتبال بدم بری بازی کنی، یه کاری میکنم بچه مثلا هیجانی بشه بازی کنه که بعد تو بگی دمت گرم به بچه ما رسیدی، هم تو حال کنی، نه که مثلا بیا مغز تو بگم. بعد این فکتی که دروغ بود دیگه من داشت میگه، چون این آدم احمقی نیستن. خب وقتی قضیه با موموکو بیام باهاش صحبت کردم، گفتم موموکو ببین خیلی کارهای تخمی زیاد کردی، میخوام امشب اولین باری باشه که درست میریم با هم بیرون اونجوری که من دارم بهت یاد میدم و بود. آره یه سری آدما میگم واقعا حالا به هر دلیل به هر عقده‌ای که توی بچگی بهشون عشق زیاد داده نشده از طرف مامبای خودشون، سکشوال فراستریشن دارن، سکس خوب ندارن تو زندگیشون، روابط عاطفی یا احساسی قوی ندارن، هزار تا مشکل ممکنه باشه تو زندگیشون. بعد اینا خب سر آدمای دیگه خیلی طبیعتا خیلی وقتا خالی میکنن و بقول تو حقا کسی حق نداره که منم مثلا برای خودم یعنی یه کاری که کردم اینه که نمیخوام دیگه کیسه بوکس احساسی کسی باشم. من به اندازه خوبی خودم هزار تا مشکل دارم، دارم سعی میکنم خودم رو بهتر کنم، جمع کنم. و تا من خواستم تو این سوالو بکنم، یعنی میتونه موضوع اصلی تم بحث امروز ما چون به نوروز ربط داره، به عید ربط داره، به بهار ربط داره، دوره از به دنیا اومدن ربط داره. آیا تو با اعتقاد داری که میشه آدم خودشو عوض کنه؟ یعنی در اون باطن ما، در اون حالا از میخوای بگی روح اسمشو بذار، میخوای بذار ایگو، میخوای اسمشو بذار هرچی، هر کتوری که میخوای بهش بگی، یعنی فکر میکنی آدم اصولا میتونه اونو عوض کنه؟ یا اگه یه آدمی که لیبل منفی میگیره یا لیبل خوب میگیره تو آخر عمرش همونه، تو همون چارچوب گیر میکنه یا نه؟ ببین من فکر قبلا شو بخواد تا یه سابیش فکر میکنم آره، ولی بعد از اینکه ویل اسمیت یه دونه چک زد تو صورت کریس راک و تمام دنیا یه شب ازش متنفر شد، میبینم که نه واقعا کانتینیوسلی تو داری قضاوت میشی، یعنی تو هر لحظت مهمه. حالا من مثلا خودم سر وزنم بیکه بزرگترین مشکلامه، من تنها چیزی که تو زندگیم خوشحال نیستم راجبش وزنمه، اونم فقط از سلامتیش میترسم. و مگه هی تو رو مسخره کنم بگم چاق و نهنگی راست ناراحت میشی یا نه بهت برمیخوره یا نه تشویقت میکنه که لاغر شی؟ نه ناراحتم میکنه، یعنی اگه بخوام جوک اگه با شوخی چاق و اینا بکنم یه ناراحت میشی؟ تیشرتمو بخون. I'm not fat. I'm just easy to see. خب یه خود داره خودتو مسخره میکنی دیگه جوکش. خب نه یعنی ناراحت نمیشم. ولی جواب سوال تو که دادم یعنی گفت یه سری آدم هستن بهشون بگی چاقی بگی چاقی بهش برمیخوره ورزش میکنه. منظورم اینه که من اونا نیستم. من اونوریم. اگه خلاقشم بهم بگی که ده درصد راه رفتی دمت گرم بیشتر برو بیشتر میتونی لاغرشی، من اون روم تاثیر میذاره. آره نه خب پازیتیو رینفورسمنت 100% تاثیرش بیشتره، ولی توی منم آدمی نیستم که بلکه مثلا من یکی مثلا به تو مثلا به خودم هم مثلا مسخره میکنم یا با مثلا جیسن با یه سری دوستایی که نزدیک ما احساس راحتی میکنم میتونم این شوخی ها رو میکنم، ولی با غریبه مثلا اصلا حالا سر ندارم چون آدم ها انقدر حساسن سر یه سری. نه منم چون تو مثلا با نزدیکم وقتی تو به من شوخی میکنی اصلا هیچ نوع، ولی من میخوام اینو بگم من هیچ شوخی نیستش، هیچ حرفی نیستش،
که بهم بر بخوره، یعنی بهم فوش مادر بدی، پدر بدی، فلان، همه میدن دیگه آنلاین، همه جور فوش من میخورم، همه جور تهمت بهم زده میشه، همه جور هرس میخورم، ممکنه هرس بخورم، ممکنه عصبی شم، ولی بهم بر نمیخوره. نمیدونم منظورم فهمی. من این از ایده آفندشان که همه امروز تو دنیا امروز هر کی به هر کی میگی بهش بر میخوره، من هیچ مرضی تو هیچ جایی نیستش. من میتونم انتخاب کنم که خب این رو گفتم میتونم میوتش کنم، میتونم بلاکش کنم، یا میتونم بهش بخندم. خودم خیلی وقتا مثل تو یه دقیقاً ریتوییت میکنم یا یه کامنتی میذارم که راست میگی. مثلا من عاشق این کامنتای تو که اونایی بهت فوش میدن، یه چیز بامزه زیرش مینویسی. یعنی این برای من ما قدرت اینو داریم که تصمیم بگیریم که آقا این یه سری حرفه، میدونی، و این برخوردن که اون کلمات، این وزنی که ما بهش میدیم دست خودمونه. من احساس میکنم و من آدمی نیستم که به کسی بخوام بیاد تو کل اینترنت رو بگردی، تو توییتر، تو اینستاگرام، من هیچ وقت هیچ کسی فوش چیزی ندادم. یعنی به کسایی که مثلا فوش میدم، مثلا جیسنه، مثلا بهترین دوستم، مثلا خر همدیگه رو مسخره میکنیم، تو سر هم میزنیم، اون به موزیک هم میرینه، به پادکست هم میرینه، بعد مثلا من نمبر 1 مهمونم، خود اونو همش در اصل پادکست میدم دست اون. یعنی انقدر با هم احساس راحتی میکنیم و انقدر کامفورتبلیم که اون انسکیوریتی ها رو نداریم که ناراحت بشیم. ولی نمیخوام حالا بحث و اصلیمون ولی خیلی دور بشیم، ولی مثلا من خودم چون اعتقاد دارم در مورد این قضیه که هیچ وقت دیر نیست برای بهتر شدن. من چیزی اصلا یه تم اصلی پادکست مستی و راستی خودم همینه که هی تمرکز کنم که آقا من خیلی از هیروام مثلا 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی تازه شروع کرد کار کرد. حالا یه بحث کار و پوله که دیر نیست هیچ وقت اون چیزی که عاشقشی بری. ولی مثلا یه چیز اخلاقی هم هستش که آدم آیا توی این زندگی بهشون آگاه میشه یا نه. مثلا چه میدونم ما یه رفیق داریم که یارو مثلا خیلی آدم قلطاقی و مثلا میپیچونه و مثلا از همه یه جوری مثلا میزنه و هی زرنگ بازی در میاره. مثلا خودش میره یه جا مثلا یه گرم کوک میخره 50 دلار به رفیقای خودش میفروشه 100 دلار. بابا جاکش همه دیلر همون دیلره، بله همه است. مثلا خب چرا این کارو میکنی اصلا؟ اگرم پول لازم داری بهت میدیم اصلا. مثلا مشکل اصلا بحث پولش نیست، ببین بحث اینی که اون یه تو روابط، یا مثلا به دوست دختره همه مسیج میزنه میگه بعد ما هم میبخشیم این طرفو، مثلا هی مثلا اینجوریم که بابا کی میخوای آدم شی لعنتی، میدونی؟ من بخیر دوستای من خب دور این آدمو مثلا خط کشیدم، ولی من هنوز اینجوریم که نه، من شاید چون تو پارت خودم چون خیلی گهکاری تو زندگی میکردم، اشتباهاتی کردم و دوست دارم که میدونم یه سری آدمو چرا تو رو نمیبخشن برای یه سری کار، ولی سخت نکنم چون بخشیدن خود آدمه و چون خودم باور دارم که واقعا آدم بهتری شدم و هر روز دارم رو خودم کار میکنم که آدم بهتری بشم، من همش به این آدم شانس دوم، سوم، دهم، صدم میدم، چون دوست دارم این پیروز بشه، دوست دارم این برنده بشه توی بازی زندگی، دوست دارم این واقعا ببینم که میتونه 100 سالش هم شده باشه به خودش بگه آقا چقدر آدم خوشگلی بودم، الان دارم سعی میکنم بهتر شم روز 101م، میدونی؟ ولی من به نظرم چیزی که من دیدم، آدمایی که مثلا یه خورده بدجنس و عوضیان همین ریختی میمونن. یعنی مثلا من هر چانسی که بهش میدم، مثلا همین آدمی که دارم مثال میزنم، خب این آدم اومده خونه ای من، میدونه وقتی بچه‌شو آورده که مثلا بچه‌ش مثلا مشکل مغزی داره، خودش میگه پسرخاله پسر عمه‌هاش باهاش بازی نمیکنن. داش خود مادر داشت از من تشکر میکرد، میگه مرسی که چقدر پاشو چقدر پسر خوبیه که مثلا اومده با بچه‌ام بازی میکنه. خاک پاشو که خوب نیست، من رفتم پاشو مجبور کردم، پاشو میاد قرشو به من میزنه، من میگم بابا ایتسا که میدونی. یعنی مثلا وقتی این صحنه رو دیده، اگر موموکو از اون شب داشت بود، من انتظار داشتم که این هیچی زر نزنه، بعد این وقتی موموکو خوب بود زر زد، یعنی سه برابر من عصبانی کرد از نوع معمول. واسه همین آدما وقتی کلا من میبینم مثلا وقتی بده بده دیگه، یعنی من اگر این بچه شما بود اینجا مثلا میگفتم اه باز این تخمی بشه خونه من این کارو میکرد، من تو مغزم گفتم که داشت جواب منو میداد، چون من بیشور بودم این کارو کرده. ولی وقتی که من خوب بودم و این کارو کرده، دیگه اونوری میرم، میگم چه اتفاقی داره میفته، چرا داره اینجوری میرین جلو. بعد نشون میده که این آدم کیه. این اپیزود باید بلیپ زیاد بود بذاریم، بلیپ بلیپ بلیپ. بابا مردم توی یوتیوب فارسی که بیدن هر چی دلشون میخواد میذارن، چون یوتیوب نمیتونه چک بکنه. من خیلی پیگیریش نبودم راست، مثلا وقت نکردم این چند وقت، خیلی انقدر سرم شلوغه، توی وسط تورم دور اروپا و آمریکا دارم میام، اونجا شو دارم، ولی وقت نکردم مثلا ببینم کی به کی و چی به چی. خیلی برام تو خیلی کنجکاوم که کلا توی یوتیوب ایرانی داره اصلا چه خبره الان، مثلا آدمایی که خیلی مطرحن و
یعنی گیمرن، یو لایف استایل، فشن، موزیک، چیا مثلا الان تو جریانش هستی یا نیستی؟ چیا که بچه‌ها خیلی پیگیرشن؟ من تقریبا نگاه میکنم پیگیرشن. چیزی که من دو قرونی که خودم فهمیدم با مغز کوچولو مال من درست اشتباه باشه، بچه‌ها اکثرا تو کار انترتینمنتن، یعنی فقط میخوام ببینن آدینس چی میخواد اونو تولید میکنن. آدمایی که زیاد آدینس بیس نیستن مثل خود من، فقط یه فکت رو میاد میگه یا یه دونه نظریه رو میده یه جوک رو میاد میگه، از این آدما راست رو بخوای من ندیدم. یعنی فقط تو فکر اینم که من چی بذارم که مردم نگاه کنن. تو فکرم اینه که من میخوام چی بذارم که یه نفر ویدیو منو کرد یه قدم بهتر بشه تو آدم زندگی. من دو تا پوینت میخوام تو هر ویدیوم داشته باشم فقط. That's all I want. یه دفعه بخندی، یه چیزی یاد بگیری که خودتو بهتر کنه. حالا رابطت با ننت بهتر شد، کفشاتو جفت کنی نمه در، پاهاتو بشوری، انگشتاتو بشوری، هر چیزی که میخواد تو بگیری از موضوع مثلا مهم نیست. یه چیزی که تو از آدمی که بعضی ساعتی من نگاه کردی یه لول بهتر شده باشی، یه بارم بخندی که روحت خوب شده باشه. من این دو تا چیز تو پادکست هم هر کسی بگیره من کارم انجام دادم. دیگه کم نیست یارو خوشش میاد بعدش میاد از قیافه من بعدش میاد نمیدونم مثلا الانا به من میگه چرا لباسای شیک نمیپوشی؟ تو مثلا دیگه الان یه کاراکتر پادکستی شدی و مثلا یوتیوبری. بعدی خب مثلا میگم ببین کسی نمیاد آنلاین منو به خاطر فشن نگاه کنه. مردم دارن میان اینجا با من بگیم بخندیم و من اگه میخوام با مردم راست بگم بخندم باید تو راحت ترین حالتم باشم. راحت ترین حالت منم تیشرته. مگه رامین بیاد خونم اونو میپوشم که میخوام با رامین حال کنم، نه که رامین ناگهان تیشرتمو خریدم $400. خب به رامین که من تیشرتمو خریدم $400. پس مگه نمیخوام واسه رامین چوسی بیام موو بعدیم چیه؟ میخوام خودم راحت باشم دیگه. منم با این راحتم. همین پیروز ویدیو گرفتم به بچه‌ها تو ویدیو قبلی هم گفتم یه پسر خیلی موفق باش آشنا شدم، الان نزدیک 150 میلیون دلار پول دستشه، 30 سالش هم هست، یعنی از من فکر کن 10 سال کوچیک‌تره. میتونم حسادت تو رو تصور کنم موقع که رفیق شدی با این آدم. ببین اول ویدیو انقدر قشنگه. اول ویدیو نه حسادت که بهش ندارم، فقط به قول معروف چیز دارم که دمت گرم که تو تونستی موفق شی تو این بازی کثیف. ولی اول اپیزود شروع که میشه دورمین رو منه، بعد دارم ماشین و مازاراتی رو روشو میکشم، یعنی ور میدارم روشو، بعد دارم میگم بچه اموزی بچه پولدار داره میاد میخوام جلوش چوسی بیام، بعد دورمین میچرخه یه دونه لامبورگینی برند نیو داره میاد پایین، بعد دورمین دوباره میچرخه من دارم ماشین رو کاور میکنم رو کشه شدم. خیلی خری. این اینتروی اول ویدیو که شروع میشه. خب مثلا همین آقا بلند شد اومد خونه من، خب من میدونم کی داره میاد دیگه، میدونم داره با لامبورگینی میاد که این ستاپ رو درست کردم، آره میدونم کی داره میاد. ولی من یه شلوار گرم کن پام بود، یه تیشرت با دمپایی، مثلا سر تا پای من مثلا بود چه میدونم $25، اون کرستی سر تا پاش مثلا بود $75,000. ولی من باز خودم رو عوض نکردم چون میخواستم باش راحت بشینم حرف بزنم ازش چیزی یاد بگیرم ببینم آقا چجوری شد تونستی به 150 میلیون دلار پول برسی از هیچی. تازه ورشکستم شده، یعنی یکی پولشو دزدیده، مامانش خونه‌شون رو میفروشه پول میده بهش، بعد پولاشو یکی میتیقه میده. تو این سناریو تونسته برسه به 150 میلیون تو 30 سالگی. واسه همین من خیلی حال کردم با این آدم که مثلا انقدر زحمت کشید و این حرفا، درسم نخونده یعنی از کار رسیده. مثلا میگم آدم های خفنم میارم اینجا، من خودم عوض نمی کنم، خودم هم. ولی وقتی خونم مهمونی باشه خودم عوض می کنم، لباسم رو عوض می کنم، بچه جیغ بزنه غور نمی زنم. احساس می کنم آدم نرمال دیگه باید همین کار انجام بده. این آدم نرمال دیگه مثلا وقتی خونش مهمونیه اوکی حال نمی کنی، مثلا سوال این باز بچه شو براش اوورد، اوکی دفعه بعد من دعوت نکن. تو دیگه الان فهمیدی من آدمی هم که با بچه هم میام. وقتی که مامان من 7 بار 8 بار از صبح زنگ زده که آقا بیا بچه رو بده به ما، شما ببین فقط حال کنین، میگم نمیخوام، میخوام مامان که اونجا باشه که باهاش خاطره درست کنم، بهش چیز یاد بدم فلان بسار. واسه میگم خیلی دلم پر بود باش. اینی که من خیلی کم بیرون میرم و شب عید بود به خاطر عید رفتم و اینا، مثلا منو ناراحت از خونشون فرستادن بیرون بی دلیل، و وقتی که منو ناراحت کردم من سکوت کردم، وقتی گوشه نشستم که دیگه نبینم به قول معروف، بعد چون سکوت کردم حالا میگن چتی و هایی و فلان، دیگه سنشم بالا می آوردم روشون، نمیدونم بعد چیکار کنم. مثلا من باهاشم خواستم مثلا واقعا همه رو کتک بزنم، بعد
میخواستم گفتم چرا من آدم مهمونی مثلا بگم بخندم، چرا الان تنفر اینجوری درست شده؟ بعد واسه عید ما مثلا میخوایم خوبی کنیم و این حرفا. واسه همین این چیزی که تو میگی از من، نه آدمو نمیتونن عوض شن، شاید میتونن برای مثلا یه ماه فیلم بازی کنن. برای همین هم هستش که تو ماه جنوری بیشترین ممبرشیپ جیم فروخته میشه، برای اینکه همه سال نو تصمیم میگیرن برن ورزش، جنوری میرن عضو میشن، هیچکی نمیره جیم، یعنی میرن آ جنوری شلوغ ترین ماه جیمه، بعد فوریه دیگه نمیره، مارچ همه کویت میکنن دوباره. واسه من فکر نمیکنم آدمو واقعا بتونن عوض شن، فکر میکنم فقط میتونن واسه مدتی قائمش کنن یا واسه یه مدتی بهترش کنن، ولی همیشه خب همیشه من باید مخالفم، ولی بیا یه ذره دیکانستراکت کنیم صحبت رو. بعد تو یعنی اعتقاد داری توی بچگی اون آدم که به دنیا میاد، حالا چقدر اعتقادش داری که این یه صفحه سفیدیه که از طریق خانواده و فرهنگ و جامعه رنگ میشه، چقدرش مثلا ژنتیکه، بعد یه جور بعد که شکل میگیره شخصیت این آدم دیگه، تو مثلا دیگه از یه جایی به بعد میگه خب من میدونم که این آدم دیگه انرژی از ماموکو انرژی اینجوری خواهد بود، خرکی خواهد بود، شلوغ پلو خواهد بود و تا آخر زندگی شر خواهد بود. این نه، مثلا خیلی خوشم مثلا تو بچگی مثلا برادر من بچه بودیم خیلی شیطون و شرباد، تو مثلا سنش رفت بادار خیلی آرومتر و متینتر و فلان. میدونی چی میگم؟ یعنی من نمیدونم یعنی کجاست که اون شکل میگیره اون کاراکتر آدم، یعنی بعد درس اولین کتابت میخونی، اولین باری که با مامان دعوت میشه، اولین باری که عاشق میشی سکس میکنی، نمیدونم اولین باری که از دانشگاه میای بیرون یا دیپلمتو میگیری یا سر کار میری، یعنی کی میشه که تو یهو مثلا میدونی از جامعه اون تأثیری که گرفتی، از خانواده، از کتابایی که خوندی، از فلسفه هایی که دنبال میکنی، از مذهبی که رو تأثیر گذاشته که اون شکل میگیره کور تو. ولی مثلا میگم من برای من خب آیواسکا یه کیک استارت کرد، یه چیزی تو درون منو واقعا از این رو به اون رو کرد. خب بذار اینجوری بگم، ببین نظر راجع به این حرف من چیه. من میگم راجع به چاقی خودم صحبت میکنم، من مشکل چاقی دارم و دو تا مشکلی که تاچش هست، یکی اینکه ورزش نمیکنم مرتب، یکی اینکه غذا مثل آدم نمیخورم. بس من دو تا مشکلم اگه حل کنم وزنم حل میشه. درسته. من میگم فرض کن من الان شروع کردم 17. بس الان داری میگی بس میشه بس عوض کردی، بود اراده کنی و هم ورزش. همین میخوام بگم. فرض کن من 17 سال اراده کردم، 17 سالم هست دارم هر روز میدوام، 17 سالم هست دارم غذا خوب میخورم، هیکلم هم لاغر شده، سیکس پک و هر کی میبینه میگه این قبلا چاق بود الان لاغر شده. بعد شب میخوابم، صبح بلند میشم، هیچ انسانی رو زمین نمونده، فقط من موندم. من اون روز دیگه ورزش نمی کنم، اون روزم مثل گاو غذا میخورم. پس تو یعنی در اصل یعنی خب دیدت خیلی بهش میگن هابزین، تو در اصل یعنی فلسفت اینه که ما اگر اون قوانین یا عواقبی که برای رفتارهای زشت حیوانی وجود پرایمالمون در اصل وجود نداشته باشه، ما دست به همه کار میزنی، به همه جور اکسپرشن سکشوال و غذاخوری و گلاتنی و پرخوری و کرخوری و هر جور دیوونه بازی که وحش خوشونت. یعنی تو فکر میکنی بس ذات انسان رو تو به عنوان یه چیز خیلی دارک و خشن و 100% چیزی میبینی؟ من به نظرم انسان یکی از کثیف‌ترین حیوانایی که تو دنیا وجود داره و فقط و فقط تریکمون اینه که به خاطر قانون دیگه نمیتونیم دیوونه بازی در بیاریم. آره، ولی اگه تاریخ ببین وقتی ما نشون داده به خاطر همکاری که تونستیم پیشرفت کنیم، وقتی یاد گرفتیم آگاهانه، یعنی یاد گرفتیم آقا ما اگه فکرام رو هم بذاریم و یه نردبون درست کنیم بریم بالای این میوه رو از اون بالا بیاریمش پایین، یا یه چوب بلند با هم دیگه رو کول هم بذاریم. مثل بچهای کوچولو دیدی از این تو اینستاگرام دیدی که بچه‌ها وایرال میشه، بچه میره میخوام با یه کندیه برسن، اون میره زیر اون یکی وای میسه که اون دستش میذاره بالا بره کوکیه رو ورداره. اینم همینه، یعنی انسانیت هم همینه، ما با همکاریامون خیلی خب به اون کوکی و به اون شیرینیه راحت‌تر میرسیم، ولی انگار دوست داریم باور کنیم دو تا بچه و اون بالایی دستش که به کوکی میرسه همون لحظه که رسید کار تموم شد داره تلفن میکنه اون پایینی رو که اگه تو نبودی من نباید نصف کوکی میدادم به تو. خیلی جالبه دیدامون با هم فرق داره، اصلا باحال این پادکست هم همینه دیگه، جوری که دیدامون با هم دیگه فرق داره و... من میگم آدما دیپ درشون همه خیلی کثیفن، یعنی مثلا من اینجوری بهش فکر میکنم، این دیگه اکستریم ترینشه. من فکر میکنم اگر نصف دنیا رو میذاشی جای هیتلر، عین هیتلر رفتار میکردن، یعنی دقیقا تو اون موقعیت، یعنی میفهمید که آقا من اگه میخوام تو قدرت باشم باید بگم باید جوها رو بکشیم، چون کسایی که فالوور منن دیوانن، دیوانگی میخوام. مثل ترامپ که باید مرزو میبست میگفت کسه خاره مکسیکیا، شاید خوش اصلا عاشق مکسیکیا باشه، همش هم بره مکزیک واسه مسافرت سالی دوبار، ولی
میدونست که فن بیسش از مکزیکیا متنفرن و باید برینه به برده رو بگه من میبندم و دیوار میکشم و اینا که فنشو خوشحال کنه. واسه همین مقاومت هیتلر هم همچین کاری بوده احتمالاً که بعد میگفت آقا من بعد مثلا بعد دیوونه بازی دارم نسبت به یه رئیس دیگه که مردممو خوشحال کنم. من فکر میکنم اگه منم میذاشتن جای هیتلر میگفتن که خیلی خوب میخوای رئیس دنیا باشی واسه چند وقت خاره همه روی قدرت قوی ترین قدرت دنیا باشی فلان فلان فلان، این راهی که این دریستش میرفت. من آره مثلا یه مثالی هستش که میتونه حرفت ساپورت کنه. تو همون جنگ جهانی دوم مثلا نازی ها وقتی که میان توی لهستان اینا مجبور میکنن که همسایه ها همسایه کلیمیشون رو بکشن اگه میخوان زنده بمونن. خب ولی اونجا یه تفنگ بالا سرشون هست، مجبورن یعنی که این کارو بکنن از رو ترسشون برای بقای خودشون. ولی من فکر میکنم اگه در یک جایی باشی که توی اباندنس یعنی همه چیز اگر وجود تو اون خلایی که تو ازش صحبت میکنی، من دارم میگم آقا یه جایی باشیم که آقا آب تمیز بی‌نهایت هست، غذا و میوه بی‌نهایت هست و آدما میتونن توی هارمونی با هم دیگه زندگی کنن. من فکر نمیکنم میدونی مثل ترسی که الان دنیا از ای آی خیلی داره دیگه، چت جی پی تی آقا همه کارهای ما رو میگیره و ای آی همه چی بگه میده، همه مثل والی چاق میشیم و اینا، در حالی که به نظر من اون وقتی که به ما اجازه میده که آدم بتونه بپردازه، کتاب بخونه، فیلم نگاه کنه، ورزش کنه، سفر بره، فلان کنه و بتونه کارا رو سریعتر انجام بده، میتونه به اون وجود و اون انسانیت و درونگرایی خودش بیشتر به جای عمیق تری برسه. قبول دارم آدما با اطلاعات پیشرفت میکنن، ولی من فکر میکنم ببین من این نظره من نیستش، یه دفعه داشتم یه دونه تتاک نگاه میکردم گفتش که 95% آدم ها مغزشون 2D گفت 5% آدم ها مغزشون 3D. بعد داره چون تتاک داره حرف میزنه میگه من فکر میکنم که الان تو این سالن بالای 90% ما 3D داشته باشیم، ولی بدونین که شما خواستین، فقط 5% مثل شما این. و من خودم بچه که بودم همیشه به مردم سعی می‌کردم توضیح بدم که آقا من همه چی رو سه‌بعدی می‌بینم، و همیشه منو مسخره می‌کردن، همیشه می‌گفتن که مثلا کوچه نه، او بعد مثلا صدای لیزر هم می‌شنوی، همیشه مسخره می‌کردن. خب بعد مثلا وقتی این ویدیو رو تو تیک تاک دیدم بلند شدم داد می‌زدم، خب منم همینو می‌گفتم، هیچ کی منو نمی‌فهمید. من فکر می‌کنم روزی که مغزای همه ترانسفر بشه به سه‌بعدی، این چیزی که تو میگی اتفاق می‌افته، چون من میفهمم که کیم، at the same time خوبیم میفهمم، میفهمم که اگه من خودم باشم دنیا رو میگم، میفهمم که اگه جلوی کونی بودنم رو بگیرم دنیا خیلی خفن میشه. واسه من هر روز جلوی کونیم رو میگیرم، تو هر لحظه ماشین میپیچه جلوم میگم سهیل یارو عصبانی بوده باباش مرده تو نمیدونی، میرم خونه یارو بعد بلنشم داد بیداد را بندازم، بچه هم بردارم نهتون بیشوره بیتربیه، هیچ چی نگم تا آخرش میشینم، فقط آخرش تیکه میدازم میگم شما اگه قاضی میشونین همه رو آدم های بیگناه ها میکشتین. میدونی یعنی من فکر میکنم وقتی که مغزا ایوالو کنه بریم لول بعدی که بشیم سه‌بعدی، همه آدم ها مهربون و خوب میشن و اون چیزی که تو میگی بهش میرسه. این یک. دومین چیز، وقتی که کامپیوتر اختراع شد اصلا همین مثلا 40 سال پیش، همین چرا دوباره اتفاق افتاد که کامپیوتر تمام قراره زندگی ها رو از بین ببره، همه کارا رو بکنه، مردم همه بیکار میشن، دنیا میپوشه. هیچ اتفاقی که نیفتاد، همه هم یه کامپیوتر تو جیبشون الان دارن، داره دنیا قوی تر میره. ای آی هم همینه، اولش که میاد همه میترسن وای کار از بین میره، ولی میکس میشه بعدن، چون همیشه ای آی بغل یه انسان قراره کار بکنه، یا بهتر بگیم برای انسان قراره کار بکنه اون ای آی. من فکر نمی کنم که مثلا ای آی بیاد دنیا رو از بین ببره و بعد بترسیم از این حرفا. من فکر کنم یه همون ایمپروومنتی که مثل همون کامپیوتر همه میترسیدن که او همه بیکار میشیم دیگه، کسی واسه چی به این لازم داره، چی واسه اون لازم داره، همین پیشرفتن دوباره با ای آی میاد. ولی خب من میگم، من سوال دارم تو مثلا الان بیشترین چیزی که تو رو خوشحال میکنه توی زندگی چیه؟ یعنی بیشترین چیزی که تو صبح براش پا میشی به انگیزش زندگی تو ادامه میدی چیه؟ خنده موموکو و پاشا و النا. و توی اون راه پس برای اینکه به اون خوشبختی برسی واقعا فکر میکنی چقدر پول بیشتر لازمه؟ واقعا فکر میکنی همین الان اگه یک سنتی هم در نیاری و همین زندگی که الان داری داشته باشی تا آخر عمرت خوشحال راضی هستی؟ آره آره، اصلا برای همین کلا خیلی ریلکسم، چون که الان توی موقعیتی هستم که یه استپ دیگه بعد یه کار انجام بدم، ولی اون کار خیلی آسونه، یه کار 2 ساعته، چیزی خاصی نیستش. بعد از اینکه اون کارو انجام بدم دیگه میتونم این لایف استایلم رو تا آخر عمرم ببرم جلو، اگر 1 دلارم پول در نیارم با پولی که آردی دارم، چون توی بانک در واقع استاک پول دارم،
اون میتونه به من انقدر پول بده در ماه که من تا آخر عمرم بتونم زندگی کنم روش، به علاوه این که من میدونم این استاک میره بالا، خونهایی که دارم قیمتشون گرون میشه، اجاره که دارم میگیرم میره بالا. من دارم میگم بگو اجاره نمیره بالا، اینا نمیره بالا، من تا آخر عمرم میتونم بخورم بخوابم. الان ماهی یه خورده پول کم دارم چون خرج من مثلا دور بر 20000 دلاره، مثلا ماهی 5000 دلار کم دارم، خیلی کم، و اونو که حل بکنم من میتونم تا آخر عمرم اینجوری زندگی کنم و واقعا راضی ام. یعنی اگه من تا آخر عمرم تو این خونه از خواب بلند شم و بزرگشدن مامکو و پاشا رو ببینم، تو این خونه با دوست و دوست آخرشون بیام بگم بخندن و حال و حال بکنن، بعدشم از اینجا برن، من الان تو همین خونه باشیم، من راضی ام الان دیگه. من الان هیچ چیزی تو زندگیم نمیخوام واقعا. برای همین همیشه واسم عجیبه که آدمایی که پول دارن چرا هنوز صبح بلند میشن میرن سر کار، یا مثلا یارو میبینی یارو خاک 4 تا برج داره میسازه، بعد بهش میگی که میای با هم بریم مسافرت، میگه وقت ندارم. میگم خب تو کس مادرت واسه چی داری 4 تا برج میسازی وقتی 2 روز وقت نداری بیا با هم بریم ویسلر، یا میریم ویسلر 2 روز میمونیم، روز آخر میگم یه روز دیگه بمونیم، خیلی خوب میشد بریم، من فردا قرار دارم. خب آخه تو این زندگی که اگه تو فردا نمیتونی یه قرار تو کنسل بکنی که بمونی یه روز دیگه حال بکنی. بعد تا حالا 10 بار 100 بار این صحنه رو دیدم و کلن انسان بابام یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه آدم های جوی کار میکنن که انگار قراره 1000 سال زنده باشن. من نمیخوام اتفاق واسم بیفته، واسه من میخوام با این چیزی که دارم خوشحال باشم، و وقتی که میبینم تو این خوشحالیم یه نفر از بیرون میاد تو 2 ساعت تو زندگی من و منو یه روز عصبانی میکنه، از انسان هی بیشتر و بیشتر بدم میاد. میگم چرا یه موجود بعد اینقدر عقده‌ای، کثیف، بی فکر، تجربه نپذیر؟ خاطر تو که دیدی این کارتو میکنی آدمو ناراحت میکنی، چرا دوباره ادامه میدی؟ نه ولی خیلی ببین، آره باحال حرفایی که میزنی میفهمم، خیلی خیلی خوشحالم که یعنی میبینم این آرامش تو هم فکر میکنم یعنی واقعا واقعی الکی ادا نیستش، من چون دیدم تو رو از نزدیک و تو خانواده تو سدینگی که هستی و این خیلی خوبه. برای منم خب یه شکل دیگه ای، من مثلا کنسرت الان میذارم خیلی جالبه، وقتی که مسی و راستی رو گذاشتم خیلی پاپولار تر شدم، خیلی عجیبه. و مثلا دفعه آخری که آمستردام بودم 12 نفر آدم بودن، این سری آخر مثلا 300 400 نفر آدم پشمام خودم ریخته بود. و مثلا میپرسم از مردم چند نفرتون مثلا مسی و راستی گوشی، همه دستاشون رو میبرن بالا. و یعنی اون خیلی باعث شد که آدم به من نزدیکتر بشن و باعث شد که بیشتر با موزیکام حالا ارتباط برقرار کنن، یا با شخصیتم، با فلسفه‌م، یا هر چی. بعد مثلا بعد از کنسرت خیلی حس عجیبه، چون آدمایی که میان منو بغل میکنن از ته وجودشون و اون حسی که میتونم این عشق رو در میون بذارم با مردم، یعنی خیلی خیلی چیز خفنه، خیلی چیز خاصیه. خوب شد اینو گفتی، چون میخواستم بگم ولی من چون خنگم یادم رفت. این احساسیو که آدم دلش میخواد از یه انسان دیگه بگیره که مثلا بگی اوکی ما هم انسانی، ما هم با هم دوستیم، ما هم مثلا باحالیم، من این احساسو از آدمای دوستای ورچوال هم دارم میگیرم، از فالوورای روی اینستاگرام و سابسکرایبرای روی یوتیوب، چون احساس میکنم اینا واقعا منو میفهمن. چون من کسی که باهاش دوست شدم مجبوری دوست شدم ها، رفتم خونه یکی پسرخاله یارو بوده دیگه باهاش زدیم، بعد پسرخاله یارو ما رفیق شدیم، رفته با یه دختر عروسی که دخترش با ما دوست بشه، بعد یه بچه درست کردم من با اون بچه دوست بشم. یعنی دوستی واقعی نیست، دوستی زوریه، ولی دوستی مجازی خیلی واقعیان. با اینکه همه میگن دوستی مجازی چنن، ولی اتفاقا به نظر من اشتباه میگن. دوستی مجازی کسی که میاد منو فالو میکنه هیچ دلیلی نداره به غیر از علاقهش مستقیم به من، یا میتونه این باشه که یه دونه استرلینگیس هست که من ترین ریک دارن تماشا میکنن، یه قطاری که دیریل شده و هر لحظه ممکنه سقوط کنه از صخره بیفته پایین. شاید، ولی از روی کامنت هایی که میخونم و مسیجایی که میگیرم همش عشق میبینم. یا مثلا یه موقع یه ویدیو میذارم یکی کامنت میره زیرش میذاره مثلا یه چیز بد میگه، همون کامنتی خود مثلا خونده بودی، مثلا 20 نفر میرن یهو میرن اینم بهش مثلا دلیل میارن. بعد مثلا من ریدنه واسه مهم نیست، اینی که میبینم دارن دلیل میارن واسه ریدنشون، میبینم یارو از رفیق من که اینجا باهاش نون نمک میخورم بیشتر منو میشناسه. همین دیشب که مهمونی بودم یه پسر اومده بود میگفتش که آقا یکی از ویدیوهات آنلاین اومد دیدم پشمام میخ چقدر فلسفی حرف میزدی، اصلا رفتم تو فکر و اینا، اصلا باورم نمیشد که تو از این کار میتونی بکنی. خدا بگم من به تو کتاب معرفی کنم. میگم اصلا باور نمیشه تو مثلا حرف فلسفی بزنی یا نمیدونم این حرفا، اصلا من رفتم تو فکر و پشمام ریخت و اصلا تو از این کارا بلد نبودی.
بعد من تو فکرم این بودش که واو، من این آدمو 22 ساله میشناسم و این آدم 22 ساله منو نمیشناسه. این 22 ساله فقط یه ساید منو دیده بود. مثل اینکه یه نفر همیشه از پشت ببینی و بگه بگی تو صورتم داری. خب خاک آف کورس صورتم دارم، یعنی چی صورتم خیلی داری؟ خیلی جالبه تو این نکته رو که میگی، چون من دقیقاً دیدی که من زرد همه چقدر در مورد آیواسکا حرف میزنم، دیدم خودمو دیگه همه حالشون به هم میگن آقا تو امام آیواسکا، تو ایرانیای تو قشنگ. منم این چوبه هر کی در میزه این چوب آیواسکای رامینه. داری اون هنوز از بیارمش. بعد این داستان که برای من پیش اومد اینه که من با این بچه که دوست شدم تو پرو، اینا خیلی ایوه، این بچه هایی که باشون دوست شدم توی پرو، با اونا انقدر لختی، یه گروپ چت هم داریم دیگه، با اینا انقدر راحتیم و انقدر لختیم که من دوستان میگن چرا با اینا انقدر حرف میزنی و ارتباط برقرار که نمیشه، چون اینا کاملا غریبه ان، 2 ماه 3 ماه بیشتر نیست که اینا رو میشناسی. بابا من از شماهایی که 30 سال رفیقم با اینا نزدیکترم، چون ما توی یه اوج بدبختیمون یه مش کل پا شدیم رفتیم چون لخت تو آمازون یه سری مواد زدیم رفتیم توی کهکشان دیگه، اونجا عقلمون رو تو آسمونای اون کهکشان بستن و یه صمیمیتی ایجاد شد که فقط و فقط ما میتونیم همدیگه رو درک کنیم، که چون تو اون لول که با هم حرف میزنیم. رفیقای عادی مثلا دوباره مثل تو، ما زن و بچه مشکل داره فلان یا نداره یا مثلا هم نمیتونم بتون سوال زمین سوال مثلا من کونم مثلا میخوره فلان چیکار کنم اینا، حالا شب بتونم مثلا به تو مثلا این موقعی مثلا مزاحمت بشم بگم سوال مثلا فلان جام درد میکنه، ولی به اون دوستای آیواسکا مثلا ما اصلا فازمون اینه که فقط قرامون رو به هم دیگه میزنیم، یعنی میدونی، یعنی اصلا انقدر با هم راحتیم و لختیم و بعد مشکلی داریم کمبودی داریم چون میدونیم به هم دیگه گوش میدیم، چون تو یه جایی با هم ارتباط برقرار کردیم که از منشأ از یه درد بزرگی بود و اون درد مشترکمون باعث شد که صمیمیتمون یه جوری بشه که من میگم دوستایی که صمیمیم که تو ال ای یا نیویورکن یا فلان اصلا نمیتونم باشون حرف بزنم دیگه، اصلا نمیتونم بابا نمیشناسن آدم ها رو، دنیاهامون فرق کرده با هم دیگه کاملا. درست میگی، من یه چیزی میبینن ازت، یه چیزی مینویسن رود میبندن پرونده تو. دقیقاً اصلا دیگه کاری ندارن. چیشو میگم یارو منو 23 ساله میشناسه، من ما 17 سالمون با هم میدادیم، به من میگه من باور نمیشه تو مثلا فکرای قوی هم داری فقط کلی فکر نمیکنی. میگم چی دیوونه ای، مثلا ما مثلا 20 سالمون من بیزنس درست کردم که میلیون داشت در میآورد، همین یه دونه فکت باید تا آخر عمر تو بگی آقا من یارو میمونم، چند تا کسیشه 20 ساله میتونم بیزنس 1 میلیون درست کنن، چند تا کسیشه 20 ساله میخوام بیزنس 1 میلیون درست کنن، تک تک آدمایی که 20 سالشونه آرزوشونه، یعنی 100% پاپولیشن این کارو میکنه، 0.00001% میتونن این گوه بخورن. خب من آردی اونو ریچ کردم دیگه، یعنی فکر المپیک میبره تو همین درصد دوست دیگه، حالا یه خورده بالاتر خورده پایین‌تر. منم یه سری رفیقا میگم آقا خوری با سوهیل انقدر تو صمیمی و پادکست درست میکنی، میگم چرا اینجوری قضاوت میکنی، حالا دنیا همون فرق داره چاد مثلا هر چی، ولی اون ارتباطی هم باش برقرار میکنم یه چیز خیلی پیوریه که با هر کسی ندارم. شما همتون میترسین مثلا بیان جوری دوربین مثل من و سوهیل حرف بزنین، بس اون رفاقت نیست. اگه واقعا اون حرفایی که پشت صحنه میزنی تخت داری بیا تو دوربین بزن، اون موقع است که من فهمیدم تو آقا تو هم آدمی هستی که مثل من میتونی بیای راحت رو راست درباره همه چیز حرف بزنی، تا اون موقع تو هم داری ادا در میاری مثل بقیه. آره من واقعا میگم خیلی برام عجیب بود که مثلا، چون خلاصه من خودم دوستام آقا کلا عید جدید این راست میگه، من دیگه انرژی نمیارم بریم قضاوت کم کنیم. آره این قضاوت بچه‌ها اگه میشه کلا کم کنیم. کل پوینت این پادکست به نظر من این بود که این دلیل نیست ما نشستیم 20 ساعت میگیم این خوبه این بده، به عمتون به شما چه ربطی داره، به من چه ربطی داره که تو خوبی یا تو بدی، تو 4 ساعت بندی خونه من وظیفه‌ام که اون 4 ساعت با تو لذت دنیامونو ببریم، اتمامون به هم نزدیکی که میتونیم با هم حال کنیم، بعدشم برو تو ماشین بشین بگو بچه سوهیل نزد من بشنوم، اون لحظه که با منی با من باش، بخواه به من حال بده، بخواه منو ببر بالا، بخواه به من خوبی کن، بذار من وقتی میام خونه بگم خوشحال شدم فلانی دیدم، همیشه حرفی که به پاشا موکو میزنم. بد بودن خیلی آسونه، خوب بودن سخته، مهربون بودن سخته، کمک کردن سخته، کشو بد جنس بازی و کی بازی آسون ترین کار دنیاست، فقط چه شده من اینطوری کنم میشه آدم کی تموم شد به همین راحتی دوستانی میتونم کی بشی. آقا عیدتون مبارک باشه، خلاصه ختم کردم، کش نباشین، آدم تخمی نباشین، آدم خوب باشین بقول سوهیل و به هم دیگه عشق بدیم امسال، خیلی سعی کنیم به هم بیشتر هم عشق بدیم چون واقعا نیاز داریم هممون به ذره عشق بیشتر. I love you guys. روزتون بخیر. چاکس.